سلام دوستان عزیز روز بخیر امروز خواستم بهتون نشون بدم که طرح یا پترن تخم مرغ ساده که بخوایم ببافیم چطوریه همطور که میبینین 15 تا ردیف داره از اول تا آخرش رو اینطوری نوشتم اینجا هم انگلیسیشو میگم هم فارسیشو امیدوارم که یاد بگیرین خیلی خیلی ساده است اصطلاحات زیاد هست گفتم همجوری ساده تر پیش بریم تا ببینیم چطوری پیش میره چون خیلی زیاد همه رو یه جا بگم سردرد میشادم گیج میشه و گواب میکنه نمیخواد کاری انجام بده پس برای این تخم مرغ تخم مرغ ساده اولین کاری که ما میکنیم اینجا نوشته مثلا R تو پرانتز 1 MR این R یعنی همون رو ردیف ردیف اولین ردیف یعنی اولین کاری که میکنین ماجیک رینگ هم که میشه حلقه جادویی بزنیم سکس ستیچ یعنی توش 6 تا پایه کوتاه باشه ویدئوی بعدی انشالله من تمام این عملیشو همین دوباره میام روی این حالا عملیش انجام میدم الان خواستم سریع کوتاه توضیح بدم که چجوری مثلا ما پترن بخونیم اینجا فارسی شو راستش من خیلی پیدا نکردم بعد اینا رو گوگل کردم اینجا نوشتم توضیح میدم حالا سعی میکنم در ویدیوهای بعدی فارسی رو دقیقا پیدا کنم ببینم که اونا مثلا اصطلاحاتشون چی هست چه جوری می نویسن. انگلیسی که من از اول یاد گرفتم خیلی ساده می نویسن. مثلا همین ایک پترن وقتی گوگل کنه بزنی انواع اقسامش میاد میگه مثلا R1, MR, R2 2 stitch, in each stitch. مثلا اینا که انگلیسی ها که اینجا من نوشتم اینا رو میگه خیلی ساده سریع خب حالا الان میخوام اینا رو توضیح بدم که چیه آدم وقتی اینا رو بفهمه ابریویشن اینا رو میگن اگه اینا رو آدم بفهمه قشنگ راحت همه پترنا رو میتونه بخونه و همه رو میتونه انجام بده طبق فرمول پیش بره من اینا از اینجا بگم که من بدون پترن اصلا هیچی بلد نیستم درست کنم مو به مو هرچی میخوام درست میکنم اول پترنا تو دفترم می نویسم ام... کلش رو مرور می کنم ببینم مثلا من بلدم چیه منظورش چیه بعد شروع می کنم به کار کردن خیلی خیلی آسون اصلا پیچیده نیست و خیلی هم لذت بخشه خیلی دوست اه... یک بار مطمئنم شما انجام بدین شما دوست خواهید داشت و اه... موقعی که مثلا خب اه... وقت داریم دیگه آدم چقدر تلویزیون ببینه چقدر بره مثلا در فضای مجازی خسته میشه دیگه به هر حال یه کاری انجام بده که دوست داشته باشه خیلی با قول چیز ریواردینگ و آدم دوست داره دوباره انجامش بده و بیشتر یاد بگیره anyway, خب این پس ترهای تخم مرغ من که بخوایم به وافیم در ویدئوی دیگه اولین کاری که میکنیم 6 تا حلقه جادویی پای کوتاه میزنیم دومین کار اضافه میکنیم یعنی هر دونه را یکیش توش اضافه میکنیم که آخرش میشه دوازده اینجا اگه دقت کنین وقتی می اولین ردیف مجک بزنه آخرش تو پرانتز تعداد دونه ها را میزنه این خیلی مهمه چون کار ما گرده ما باید بدونیم چند تا آخر وقتی مثلا یه راوند که میریم یه دور که میزنیم آخرش چند تا دونه ما داریم خیلی مهمه چون میخوایم شکل همون درست شکلی که میخوایم به دست بیاریم وسط کار یکی اضافه نشه نمیدونم یا کم نشه پس دقت کنین این خیلی مهمه آخرش ببینید چند تا دونه باید داشته باشیم پس ردیف دوم اضافه میکنیم میشه دوازده از ششتا تا یک دفعه تبدیل میشه به دوازده تا ردیف سوم این تخم مرغ هیچ کاری نمیکنیم فقط همین پای کوتاه تا آخر میبافیم یه چیز دیگه هم همینجا بگم معمولا برای چون این گرد هست میگن یه مارک بزنین یه اه، اه، یه چیزی من نخ میزنم چیز خاصی ندارم شروع کارم اولین دونه کار شروع که چون گرد هست یه نخی میذارم به من نشون میده که کجا آخر خط هستم و مثلا اونو در میارم دوباره میزنم ردیف های دیگه حالا در ویدیو بعدی من بهتون نشون خواهم داد خب پس ردیف سوم هیچ کاری نمی کنیم پای کوتاه می زنیم همون دو تا دونه رو داریم استچ ردیف چهارم دوباره اینجا میایم اضافه می کنیم چقدر یک در میان میگه یک استیچ one single in the first استچ ببافیم در دومین دونه یه دونه رو دوتا کنیم این the next two single crochet in next stitch این فارسی که بخوای خلاصه بگی ردیف سوم اینه که همین یک در میون اضافه میکنیم بعد وقتی تموم کردیم دونه هامون میشه تعدادش 18 تا اینجا را اگه نگاه کنین در پرانتز 18 تا ستیچ داریم ردیف پنجم R5 دوباره هیچ کاری نمی کنیم One single stitch each stitch یعنی همون 18 تایی را که پایه کوتاه می زنیم می بافیم میریم ردیف 16 هم دوباره میام اضافه میکنیم چند تا اضافه میکنیم دو تا در میان یعنی یعنی اولین دونه و دومین دونه دونه را پای کوتاه میبافیم بعد اینجا سومین دونه را که جلوی من هست تو این سومی دو تا سینگل توش میزن دو تا دونه تو یک دونه میذاریم که آخرش میشه 24 تا تخم مرغ مول... مول... 24 تا استیج اینجا داریم دونه داریم ردیف شیشون که میرسیم ما دونهامون بیشتر میشه میشه 24 تا حالا اینجا برای این تخم مرغ که میخوایم به گفته از ردیف هفت یعنی ردیف بعدی تا دوازده هیچ کاری نکنین همون پای کوتا رو ببافیم و به بب... ساده میبافیم دور میزنیم دوباره میبافیم دور میزنیم تعداد دونامون مواظب باشیم 24 تا هست انجام میدیم میایم تا به روی سیزده ردیف سیزده هم اینجا دیگه از اینجا میخوام کم کم کور کنیم چون حالا ویدیو بعدی بهتون قشنگ نشون میدم که وقتی میبافیم شکلش چی جوری میشه از ردیف سیزده هم پس اومدیم حالا میگه یک دونه این the first two stitch میبافیم یعنی اولی و دومی رو میبافیم سومینی که رسیدیم با چهارمی میگیریم کور م... م... میکنیم یعنی دوتا ببافید یکی کور کنیم ببخشید حالا من ترجمه اینم اگه یه وقت اشتباه بوده میگم من فارسی پترنا اینجوری رو ندیدم چیجوری جوری اونا می نویسن سعی کردم گوگل کردم که مثل همین پترنا که اینجا هست مثلا بخوام انگلیس فارسی شو بگم چیه پس ردیف سوم شروع میکنیم به کور کردن one single in the first two stitch سینگل کروچه تو together یعنی دوتا رو می بافیم سومی که به سومی که رسیم. رسیدیم سومی و بغلش که چهارمی هم میگیریم میکنیمش یکی دوتا رو یکی میکنیم بعد حالا دقت کرده باشین اینجا چون کم کردیم تعداد دونه هامون داره کم میشه از 24 میشه به 18 ردیف 14 هم, هم یک در میون کم میکنیم یعنی وان سینگل crochet میبافیم دو تا تو یعنی یکی میبافیم بعد دوتا تا کور میکنیم همینجور ادامه پیدا میکنید اینجا میشه دوازده بعد ردیف 15 هم, هم هر ردیف که میبافیم هر ردیف کور میکنیم اگر دقت کرده باشین درست شروع این کاری که ما همینجوری مثلا در هر دونه یکی اضافه میکنیم بعد دوتا دوتا در میون اضافه میکنیم وقتی به کور کردن میرسیم برعکسش میشه یعنی اول دوتا در میون کم میکنیم یه در میون کم میکنیم آم... که شکلی که تخم مرخص هست به دست بیاد آخرش که یعنی به ردیف 15 رسیدیم ما دونمون میشه همون اندازه که در حلقه جادویی داشتیم تا انجام میشه بعد اینجا هم گفته مثلا آخرش که رسیدین اندازه 5 تا 6 اینچ مثلا نخ بذارین سلپ استچ حالا اینا رو من بعدا بهتون نشون میدم که یعنی چی منظورش چیه که آخرین استیچتون سلپ سلیپ استیچ کنین و تموم کنین گره بزنین تموم بشه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه من سعی کردم همه رو توضیح بدم اگه سوال چیزی داشتین هم میتونین بپرسین و ویدئوی بعدی هم قشنگ میام همه اینایی که اینجا هست مثلا ماجیک رینگ میگه یعنی چی و این کار عملیش رو انجام میدیم با هم یه تخم مرغ میبافیم تخم مرغ معمولا هر رنگی میتونین کامبای داشته باشین با قلاب من یه ویدیو کوچیک الان درست کنم بهتون نشون بدم قلابم چیه و چه چیزی لازم دارین صدفه دیگه که اومدیم بدونیم که مثلا اگه بخواین با من بوافین چه چیز دستتون باشه فعلا قبل از اینکه برم یه چیز دیگه میخواستم بگم توضیحات زیاده من اینا یاد داشتم اینجا هم نوشتم مثلا چین زنجیره چی میشه رپیت تکرار اس سی یعنی سینگل کوچه اس سی تو توگیدر سینگل کروچه تو توگیدر اینا رو خواستم بهتون نشون بدم اینا خیلی مهمه فکر میکنم اینا رو اگه شما بلد باشین بدونین حتی ایران هم باشین میتونین گوگل کنین به انگلیسی اینا براتون میاد چون اینجا وقتی نوشته رو میذارن توی وبسایت عملیش هم نشون میدن قشنگ شما دستشون هم میبینین که چی, چی کار دارن میکنن خیلی آسون میشه یاد گرفت بعد مرحله حالا ویدئوهای بعدی مثلا دابل کروچه چیه هفت دابل کروچه چیه اینا اینا رو من توضیح خواهم داد که بدون چیه بیشتر چیزایی که من درست کردم مثلا تخم مرغ عروسک حیوانایی که درست کردم اینا همه با سینگل کروچه یعنی پای کوتاست و یادم چند تا کلاه و اینجور چیزا که درست کرده بودم دابل کروچه بود یا هم هفت دابل کروچه اینا فارسیش من نمیدونم چی پای بلند فکر کنم دابل کروچه یه خورده چون دو بلندتره هفت دابل کروچه یه خورده توپلتره حالا بهتون نشون خواهم داد ولی فارسیش نمیدونم هفت دابل کروچه یعنی چی حالا پیدا خواهم کرد براتون توضیح میدم که یعنی چی خب تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ خب دوستان سریع خواستم بهتون نشون بدم دفعه دیگه که اومدین کاموا هر مدلی که داشتین یا آم... اشکال نداره چه نوع باشه تخم مرغ میتونه کاتن باشه میتونه معمولا هر مد... نخی که دارین باش میشه تخم مرغ درست کرد قلاب میخوایم آم... من اینو از جوان گرفتم مایکلز داره جوان داره امازون هم میتونین بگیرین یا هر قلابی که دارین با اونم میشه درست کرد سایزش هم مثلا اینی که من بیشتر کارم رو با این انجام میدم 3.25 میلی گرم سایز های مختلف دارن این فکر میکنم حد متوسطشه من خیلی هم بیشتر کارم رو با این انجام میدم حالا با نازکترم هم میتونید درست کنین یا با کلوفتر سایزتون یک کمی بزرگتر یا کوچکتر میشه آه، یه کمی هم الیاف میخواین این هم الیاف من اینا رو در جوان میخرم در هابی لابی هم داره مایکلز داره سا حتما اینا رو داشته باشین اگه دوست داریم با من قدم به قدم این تخم مرغ رو ببافین اینا چیزایی که شما لازم داره و قیچی میدونم که احمد داریم پس فعلا خدا تا ویدیو بعدی منتظر باشی بای